همکاران عزیز و با غیرت هایی که اینجا حضور پیدا کردن و مطالبات خودشون رو میخوان به صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن. گرچه گوش شنوایی نیست، اما ما مطالبات خودمون رو مکررن اعلام میکنیم. پرداخت سه حقوق، تعیین تکلیف شرکت و بازگشت به کار اخراجی های مطالبه گر، بازگشت به کار بچه های غیر نیشیکری، دفافات، فنی، کارخونه و تجهیزات، واکسینی کردن کارگران هفتپه و مختوم اعلام کردن پرونده خانم زیلابی. این مطالباتمونه. اما آقایون، ما 5 ساله داریم میایم در به فرمانداری. تجربه 5 ساله به ما نشون داده که اگر حضور حداکثری وجود نداشته باشه، هیچ کی هم حرفتون رو گوش نمیده. الان با توجه به صحبتایی که تو جمع شد، نگاه، تصمیم گرفته شد. 2-3 تصمیم گفتن. یکی این که همه باید ورود خروج بزنن، که اون بیغیرتی که ورود میزنه میره خونه، خروج هم نمیزنه به عنوان اعتصاب. این یه مورد بود. یکی این که اسامی سرپرست ها از بچه های کارخونه مشخصه، سرپرست های کارخونه مشخصه، سرپرست های تجهیزات مشخصه. اسامی سرپرست نوشته میشه اینجا، سرپرست حضور غیابش اینجاست و اگه کسی هم داخل شرکت حالا کار کرده اطلاع بهش میده که من داخل شرکت بودم، حضورش میزنه که جلوگیری بشه از این تفرقه و اعتصاب شکنی. 400 نفر حقوق دادن که صف اتحاد شما رو بشونن. من میگم آقا 4000 نفرید، 1000 نفر بیماره، 1000 نفر آبیاره، 500 نفر کار داره، این 2500 نفر، 1500 نفر دیگه باید اینجا باشه. و این جمعیت 500 نفری یا 600 نفری یا هر چی که هست، این جمعیت ما نیست و کسی حرفمون رو گوش نمیده. پس با خرد جمعی ما تصمیم میگیریم با توجه به رأی که آورده شد، کل سرپرستای شرکت اینجا حضور داشته باشن و حضور غیاب کنن. پرسنل و اون کسی که بی تفاوت نسبت به هفتپه، راهشو جدا کنیم. حداقل نون از سر سفره هفتپه بر نداره بخوره، نون حرام نبره سر سفره زن بچهش، شاید خودش نمیفهمه. من پارسال یه صحبتی رو فلکه هفت تیر انجام دادم، یه کمی به کارگر هفتپه نگار یک سختی اینو بگی. هممون رو سفره هفتپه نشستیم، هر کی خیانت کنه، هر کی بی تفاوته، اگه نگاه این نون حرومه از سگ دو زن پستره. یعنی هر کی بی تفاوت نسبت به هفتپه، هر کی داره سوء استفاده میکنه از اعتصاب هفتپه، مثل سگ دوزه که نونش از سر سفره هفتپه برمیداره. آقایون، هر کی بی تفاوت گفتم، هر کی بی تفاوت به ناحق نونش سر سفره، نگاه سوء استفاده نشه از جمله من. پس اینجا حضور پیدا میکنین در فرمانداری ساعت 8، حضور غیاب ساعت 10 انجام میدن سرپرستا اینجا. تصمیم این شد، ما اینجاییم، مطالباتمون هم گفتیم. با هیچ مسئولی هم جلسه نداریم تا این که حقوقمون پرداخت بشه، تعیین تکلیف بشه، بعد روی مطالبات دیگر میشینیم مذاکره میکنیم. درود بر شرف.